به 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 جناب حسابخان نواب صفوی قربان خرامان تشریف میارید. خواهش میکنم آقای امیر احمدی عزیز. قربان شما. قربان چه شما روشن؟ فدای شما مرسی قربان شما. چه خوبه؟ اگه بد نباشه خوبه. دیدی کتاب خونه رو؟ آره خیلی جالب بود. هیچ نشونه ای نیست. هیچ. نما اینجا این. Can you speak English? یا آدم چه کنید؟ نه. خاک ایرانه. چه سیب سرخی. آره این سیب سرخی است و نشانه دوستی و مهر و عشق دیگه. خب خیلی جالب. دانی که چرا میوه ها سیب نکوست؟ نیمی رخ دلبر است و نیمی رخ دوست. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. شما چه تلفن تماس میگیرید؟ خوش اومدید. وقتتون بخیر. همچی آهسته و بی سر صدا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خوش اومدید. دوستان ایتورا. دارم میاد. دارم میاد شما. شما خوبید؟ خوب تماس میگیرید. چه شما روشن؟ قربان شما بزرگوار. همه چیز عالی. دیده بودید کتابخونه رو؟ کتابخونه رو بله. چند شدم که سوار این سه چرخه بشم که اسمش هم چون سخته از ذهنم میره ولی کن فکر میکنم رسیدم. داریم صحبت میکنیم که ایشالله شما بشید اعضای افتخاری. بح بح بح. جناب نورایی عزیز حال شما چطوره؟ سلام علیکم. چطوری؟ خوبی؟ بفرمید قربان. بفرمید. چه خبر علیرام عزیز؟ مخلص شما. خیلی خوش آمدید. نفس نفس میزنید. چرا خودتون نمیشونید؟ سریع بیام که خرامان من یکی یکی دیگه آهان. خدا به داد برسه. کامم بیام بشینم مهمانان عزیز دارن تشریف میارن. خانم روشن هم دارن تشریف میارن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید. خوبی؟ بفرمایید. خوبی خانم روشن؟ مرسی شما خوب هستید. خوبه. ممنونم خدا رو شکر. اوضاع احوال روزگار خوبه الحمدلله. خدا رو شکر. اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. خب خانم روشن جا حسش معماریش هیجان زده هستید؟ خیلی خیلی هیجان انگیزه. مثلا دفعه اولی که دارم میبینم برام خیلی جالبه. چه خوب. سلام به همگی. سلام خدا شما خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. حسن نباشید. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. سلام. شما چه سر خوب هستید؟ خوب هستید. بفرمایید. سلام. سلام. خوش آمدید. بفرمایید. چطور؟ بفرمایید. سلام عرض. حال شما چطور؟ جای همگی خالی. نظرم که خیلی هیجان انگیزه. هیچی هم نمیدونم. سستاد چیل ساجندی هم گفت تو این رسا تو همینجا مسجد کجاست؟ مسجد مازگه. دوستان عزیزان خیلی خیلی خوش آمدید. متشکر. کاربار چه خبر؟ هیچ بیکار الله. نه یک کار مهم براتون داریم، یک فیلم مسابقه بسیار هیجان انگیز که هم احتیاج به تمرکز داره، هم احتیاج به دقت داره، هم احتیاج به سرعت داره، کاملا هم جدیه. سه تا آیتمشو که من نداشتم، دقت و سرعت و حالا ایشالله بقیه آیتماشو. شخصیتو زرد حساب جانسر چه کاری هستی؟ چه کار میکنی؟ هستم، مشغول کاری هستم. نمیخوای بگی؟ نه دیگه. گفتن نگی؟ گفتن نگی. روابطون قرارداد بوده. علی رامجان عزیز منم در حال حاضر سر یک سریال هستم که تقریبا یک سالیه داریم کار میکنیم. فکر میکنم 4-5 ماه دیگه هم. چرا انقدر نقشه جدی علی رام؟ من این قیافه هستی فکر نه جدی حالا خودم من بیشتر خودم دوست دارم چون حسام عزیز هم نقشه خیلی جدی بازی کرده هم نقشه طنز و شوخی مثلا ازدواج به سبک ایرانی ایرانی. حسام یه جایی خوندم که یه رویای خیلی باشکوه داری میگی یا من بگم؟ بگو. دوست داری یه وکیل بین المللی بشی که بتونی حقی رو در واقع بگیری؟
آره خب این مستلزم اینه که با وکلای مشهوری که در کشورهای مختلفن دوست بشی. آره رویای سختی نیست. رویای شما چیه خانم طهماسبی؟ من رویام اینه که در واقع شخصیت بی بی مریم رو بازی کنم. بی بی مریم بختیاری. یکی از رویای توضیح میدی در موردش؟ بی بی مریم بختیاری در واقع سردار بزرگی بودن که در زمان مشروطه بودن، خواهر سردار اسعد بزرگ و من چون اصالتاً بختیاری هستم از بچگی علاقه ویژه‌ای به بی بی مریم داشتم. الان اومدم داخل نشستم مجسمه‌اش رو دیدم، مثلا سردیسشون اینجا بله یک دست دیدم، تندیسشون اصلا یک جوری شدن. آها ان محقق میشه دیگه. ان شاء الله. کاوه جان چه خبر؟ کاوه من شنیدم تو خیلی اهل خانواده هستی، بگو چرا؟ چرا؟ چون تمام سریال و فیلم هایی که بازی کردی پدر، برادر، همه خانواده من. آره؟ آره اینم تعبیر خوبیه، اهل خانواده که خب هستم. خب آره با پدر و مادرم حقیقتاً که لحظات درخشانی دارم. بله سریال اینجوری حالا به نظرم که سعادتی بوده، چون واقعاً تو هر دوتا حداقل برادر و پدر که حالا یه خورده با هم قرابت معنایی هم دارن، جفتش با گروه هایی بودن که خیلی دوست داشتنی بودن، خیلی نازنین بودن، خیلی همکارای خوبی داشتم، خدا رو شکر. آره. امیدوارم که تا پایان این مسابقه با ما باشی و ممنون. زود باهات خداحافظی نکنیم رفیق. برام دعا کنید، متشکرم. من این خودم مشکل زمان دارم. حقیقتا نمیدونم باید چی کار بکنم. فیلم مسابقه ما از الان رسما شروع میشه، با هیچ کس هم شوخی نداریم چون خیلی جدیه. از الان جایزه‌ش هم من میگم چیه؟ جایزه‌شو تو مراحل بعد بهتون میگیم. الان نمیگیم، بعدا تلاش کنیم. نه بخوایم یه تعلیق و هیجان ایجاد بکنیم الان بگیم، ممکنه که در بعضی ها تلاش بردیم بعد گفتیم یه ساعت مچی رسمی. آره واقعا تاج فیلم چی نیست؟ ساعت مچی چی نیست؟ نه من نگفتم چی، گفتم یه ساعت مچی به رسم هدیه. زمان خیلی مهمه که اصلا میگن ارزش از طلا بیشتره، چون طلا بالاخره به دست میاد ولی زمان که از دست رفت به دست نمیاد، بنابراین جایزه بسیار ارزشمنده. هر مسابقه میدونید مثل مسابقه والیبال و کشتی و نمیدونم فوتبال و اینا یه سری قاعده و قانون داره، باید رعایت بکنید. رعایت بکنید هم راحت‌تر، هم سریع‌تر، هم بدون دردسرتر به اون گنج و گنجینه میرسید. رعایت هم نکنید کارت زرد میگیرید، کارت قرمز میگیرید، نه اینکه خدای نکرده کسی باشه به شما کارت بده، اینکه از ادامه مسیر شما محروم میشید، از رسیدن به اون گنج و گنجینه شما چی میشید؟ محروم میشید و لذت این سفر و همراهی رو در واقع شما از دست میدید. خب توی این مسابقه ما دنبال یک گنج و گنجینه بزرگ فرهنگی و ادبی هستیم، هم تو ایران هم کشورهای خیشاوند یا بهش میگن اصطلاحاً کشورهای حوزه نوروز، یعنی کشورهایی که چیکار میکنن مثل ما نوروز رو جشن میگیرن. شما باید دنبال این گنجینه های ادبی و فرهنگی بگردید. تا اینجا که اصلا احساس غربت و غریبی نکردم که اومدم توی کشور دیگه، چون انقدر از لحاظ فرهنگی ما به هم دیگه شبیهیم و یکی بودیم دیگه، برای همین مردم عین مردم ایران هم تو گرم و خوش برخورد و آقا ما به رسم قدیم اینجوری نیست سوار هواپیما شیم از مبدا بریم مقصد. به رسم قدما نه، با اسبم نه، ولی وادی به وادی، منزل به منزل چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به جستجو کردن. یادتونم نره گفت یافتن پس از جستجو به دست نمی آید. لحظه لحظه یه جستجو چیه؟ یافتن. شما چیزهای جدید میبینید، یاد میگیرید و بعد راهتون رو ادامه میدید. من یه سری اطلاعات الان به شما میگم، یه سری اطلاعاتم متناسب با شرایطی که درش قرار دارید و من شما رو رصد میکنم توی مسیر، جوری که هم عدالت رعایت شه، منصفانه باشه، عادلانه باشه، به شما این اطلاعات رو چیکار میکنم؟ منتقل میکنم. میتونید از من سوال بکنید ولی خیلی خیلی رو کمک من حساب نکنید. بهتون میگم چرا. گم شدم. سرچ کردم میگه 31 دقیقه بعد راه بری تا برسی به یه باجه روزنامه فروشی. فارسی بلدی؟ چرا فارسی بلد هستم. فارسی که مشکل نیست. خب زودتر بکنم. هیچ کسی هم نیست من بپرسم که ببینم یارم کجا میتونم پیدا کنم. و الان برای پیدا کردن نشونه دارم میرم پیش صاحب این اثر. خیلی راحت
ما یه گنج و گنجینه داریم، هر گنجی هم بالاخره یه نقشه گنج داره دیگه. ما اطلاعات رو تو هر عرض کنم خدمت شما که وادی و منزل به شما میگیم، شما باید دنبال نشانه ها باشین، نشانه ها رو در واقع پیدا بکنید، بعد رمزگشایی بکنید، برید وارد مرحله بعدی بشین. اولین کاری که باید بکنید، من یکی یه پاکت به شما میدم، روش یک شعر یا یک متنی نوشته که اون شعر شما رو راهنمایی بکنه که به کدوم کشور باید برید. اونجا یه بازیگر سینما یا تلویزیون منتظر شماست، ولی خب این مثل این میمونه که مثلا بخواید توی انبار کاه دنبال سوزن بگردید. اینجا اون نشانه کاو نخند به خود. ببین ما یه نشانه هایی رو به شما میدیم که شما بر اساس اون نشانه ها میتونید به اون مقصد، به اون آدم و به اون گنجی که منتظرش هستیم برسید. پیشنهاد میکنم وارد اولین کشوری که شدید هر کدوم از شما همون روز برید یه روزنامه رو بخرید. شاید تو همون روزنامه یه مطلبی باشه که به شما کمک بکنه که کجا باید برید. یعنی یک مرحله رو میتونید در واقع طی بکنید. منتها یه بدی داره بچه ها، عمر نشانه ها خیلی کوتاست. یعنی اگر شما سر ساعت مقرر، لحظه مقرر اونجا نرسید، این نشانه از بین میره، شما باید بگردید دنبال نشانه بعدی و این ممکنه که وقت شما رو تلف بکنه و شما رو از مسیر مسابقه یه ذره محروم بکنه و دور بکنه. بنابراین تو رو خدا با تمرکز، با توجه، با دقت و با سرعت تمام وجودتون باید کنجکاو باشه، نشانه ها رو پیدا بکنی و بعد به سمت گنج و گنجینه حرکت بکنی. چی الان؟ خب روزنامه، من الان روزنامه گرفتم. یه عکسی که جای معروفی رو نشون بده. چی میفهمم من از این؟ حافظه شما هستم. چه فردوسی؟ فقط هم پنج روز. پنج روز شما فرصت دارید یار و همگروهی خودتون رو پیدا بکنید و بعد برگردید بیاید کجا؟ همینجا که دوباره با هم دیگه قرار داریم. اگر یار و همگروهیتون رو پیدا نکنید متاسفانه از مسابقه چی میشید؟ حذف میشید. بنابراین خیلی دقت بکنید به نشانه ها و اینکه بعد از پنج روز حتما به محل قرارمون برسید. سر رسیدم به اون کشور خارج از ایران که نباید تنهایی از صحراها و دریاها و اینا گذر کنیم. آره، صحرا و دریا و شاید بالاخره این هواپیمایی در کار نیست. چرا؟ نزدیک گفتم شاید بر رسیدم تو پنج روز که بگو علی رم. من یه سوال داشتم، فرمودین کشورهای حوزه نوروز. بله. یا خیشاوند. خیشاوند. فارسی میتونیم حرف بزنیم دیگه؟ بله. های گزت آلماک استیورو گزت ملت ملت گزت. Can you speak English؟ اصلا اوکامایا بیلیورومسون بیلیورومسون بوکشیرو اوکامایا بیلیورومسون میچرخم و میرخصم و مینوشم از اینجام. No. No? I don't know. You don't know Rumi. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک باید کمک بگیرید. از یه مترجم یکی رو پیدا بکنید به شما کمک بکنه. متاسفانه باز از اطلاعات انگلیسی باید استفاده کنم در باید. زبان به زبان انگلیسی خدا روشه خیلی مسلط و خوب. بالاخره نه کلا قراره حیثیتمون بره دیگه. نه چرا دیگه؟ ببین آخه شما میگه حوزه نوروز خیشاوند، چرا فارسی بلد نیست؟ کجا میدونی که الان یه کشوری بری که آخه چرا فارسی نباید حرف بزنی؟ خب فارسی هم داریم. یعنی مترجم نمیدیم بهمون کنارمون باشه. ببین مترجم ما به شما نمیدیم. خودمون پیدا میکنیم. ولی شما باید پیدا بکنید. همه چی رو من به خاطر بچه‌ها من چون انگلیسیم خیلی خوبه دارم مشکل ندارم. آره ولی ممکنه که بالاخره کشورهایی که میرید بالاخره فارسی هم بلد باشن. ممکن. ولی این وظیفه شماست بالاخره به آب و آتیش بزنید تا همگروهی خودتون رو پیدا بکنید. از همه مهمتر بتونید ارتباط برقرار بکنید. خب مسابقه است دیگه. مسابقه تو هم باشیم. مسابقه. عید خوش بگذرونیم. هیجانش به همینه دیگه. آره. هیجانش به همینه که بالاخره از روش‌های استفاده بکنیم که به مقصد و مقصود چیکار بکنیم. و هر کدوم یک کشور جدا. آره بیننده ها اذیت شن. چرا؟ من خیلی عجیب انگلیسی رو واردم ممکنه جا بمونن ازم. زینویس میشه دیگه. آره یه شعر انگلیسی از شکسپیر واسه ما بخون. I know this poem more. In عشق الهیس حق لایتنایس. In عشق الهیس این شور تدنایس. ما
ماجراجویی هیجان انگیزه که عیار خودتون برای خودتون مشخص میشه. اگر در یک تنگنای قرار بگیرید چقدر میتونید خودتون رو از مهلکه نجات بدید و خلاص بکنید؟ جدا میگم، یعنی هوش هیجانیتون، اطلاعاتتون، تجربیاتتون، این که بتونید ارتباط برقرار بکنید و از همه مهمتر این که بالاخره به اون گنج و گنجینه برسید دیگه. پس بعد از 5 روز ان‌شاءالله شما رو اینجا می‌بینیم. امیدوارم که با دست پر ببینیم. ان‌شاءالله همگروهی‌های خودتون رو پیدا بکنید. تو رو خدا به نشانه‌ها توجه بکنید. هر کسی، هر چیزی ممکنه یک نشانه باشه که به شما کمک بکنه. هر صدایی، هر آوای خاصی، هر نمادی، همه اینا اومدن به شما کمک بکنن. منتها گفت گرکدا کائل بابا تقصیر صاحبخانه نیست. چیست؟ باید خیلی با تمرکز، اگر هم سوالی دارید چی شد؟ درست گفتم شعر رو دقیق. بعد یه چیزم هست توی مسیری که چیه؟ نه یه چیزی بگیم؟ نه همون نیست، ادبیاتش قویه. آره گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. آره آره بچه ها، ضمن اینکه سفر میدونید چون تجربیات جدیدی رو به ما میده، باعث میشه یه سری کانال های مغزی جدید توی مغز ما شکل بگیره و ما رو هیجان زده بکنه. آره نه حالا اینا که شوخیه، واقعا سفر همیشه آره هیجان داره، اتفاقای خوب و پر از تجربه است. آره ماجرای درجه یکی، ولی یه خورده حالا دیگه این ناشناختگی و این که اصلا کجا میخوایم بریم و باید چیکار بکنیم. آره به نظر من اصلاً... تا تونستینم حالا پیچوندینش کاوه صفاش به همینه، گفت سفر به کجا میبرد مرا. یعنی شما تسلیم باشید و ببینید که این سفر با شما چه بازیهایی رو انجام میده و چقدر شما تسلیم هستید و چقدر میتونید سفر رو مدیریت بکنید. غذای جسم مشخصه، غذای روح و روان و ذهن یک بخشش دانایی و آگاهیه. یه بخشی از این دانایی و آگاهی رو میشه از کتاب به دست آورد، یه بخشش توی سفر محقق میشه. واسه همینم نویسنده معروف گفتش که آرام آرام شروع به مردن میکنید اگر سفر نکنید، اگر ماجراجو نباشید، اگر کتاب نخوانید، اگر حرفای جدید گوش نکنید، اگر دنبال ریشه و پیشینه خودتون نباشید. ما به خاطر اینکه یک انرژی خوبی رو به مغز و ذهن و روانمون برسونیم، در واقع مسابقه رو ترتیب دادیم. عالیه. خوب. فقط من یه خواهشی دارم. در طول سفر اگر فرصت شد، یعنی حتما باید این فرصت رو، من میدونم شما با خیلی از شاعرای کلاسیک مثل جناب سعدی و حافظ و مولانا و فردوسی و رودکی و حنظله بادقیسی و ابو معید بلخی و ابو شکور بلخی و عنصری و سوای اینا، باید با مرحوم پروین اعتصامی عرض کنم خدمت شما که شعرای معاصر مثل جناب نیما یوشید، سهراب سپهری، استاد شهریار، حسین منزوی، محمد علی بهمنی، افشین یداللهی خدا بیامرز و خیلی از شعرهایی هم که هستن، یه تبرقی بکنید. علی رام نمیخوام به زبان انگلیسی جستجو بکنید، نه فقط همین فارسیش هم شما جستجو بکنید و تبرق بکنید کافیه. خب صحبتی، سوالی، چیزی؟ ببخشید تبرق میشه بر من توضیح من یعنی ورق زدن؟ ها بله ورق زدن گفتم، نه به خاطر خودم، برای بیننده ها ممکن. من اگر جای شما بودم مثلا یه دفترچه‌ای هم با خودم ور می‌داشتم، بعد مثل جناب ناصر خسرو یا ابن بطوطه این سفرنامه رو چیکار می‌کردم برای آره می‌نوشتم اتفاقاتی که افتاد، هیجان‌هایی که این سفر و مسیر داشت، اینا رو یادداشت می‌کردم. یعنی وقتش میشه؟ باید بشه دیگه. این سفر اینجوری هست که ما وقت کنیم بشینیم. آره خب آره. خدا روش خیلی منم یه خاطره این کاری نداره پیداش کرد نه خیلی ها. مرحله اول من به شما پاکت میدم، توی پاکت ها درست علی را؟ بله بله آره، یه نشانه هایی هست، یا متوجه میشید یا متوجه نمیشید. اگر متوجه نشدید، من خواهش همینه که تو همین کتاب خونه همینجا انصراف بدیم برین خونه. نه نه انصراف چون جلوتر خیلی مراحل آره. سخت‌تری داره. ممکنه که توی مسیر منحرف بشید، ولی حق منصرف شدن ندارید. همینجا تو کتابخونه یه پرسجوی بکنید، زنگی بزنید به دوستی آشنایی اهل شعر و ادبی، بالاخره انشالله که بتونید کشور مقصد رو چیکار بکنید، پیدا بکنید.
سرکار خانم طهماسبی، باز بکنید مطالعه بکنید. خانم روشن خدمت شما. ممنونم. خانم محمدی خدمت شما. آقاوه عزیز خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. علی رام عزیز کجا تونستید برای من به فارسی بنویسید؟ خیلی ممنون. و حسام عزیز ترک شیرازی به دستش. آقا چرا ما رو، چرا این قراره رو تو کتابخانه ملی گذاشتین؟ برای من جالبه حالا این همه استدیو، این همه جا. ما دنبال گنجینه‌های ادبی و فرهنگی هستیم و چه جایی بهتر از دنبال یه فصل مشترک اینجوری تو سفر باید بگردیم. آفرین. آها. آره سوال خوبی پرسیدی. خب چی شد، دنبال چی باید بگردی؟ به به من ببخش، من حواسم رفت به هیچ. دنبال فصل مشترک و ریشه هامون. آها الان داری با گوشی پیدا میکنی؟ آره میتونی پیدا کنی. از تکنولوژی باید استفاده کرد. تکنولوژی. کاوه جان بخوان. شعر من که داره یه آدرس خیلی خوب به من میده. بخون ببینیم چیه. آدرس مستقیم هم داده ها. خوشبخت. اگه نفهمم خیلی دیگه. شکر شکن شوند همه طوطیان هند. به به. هند. معلومه دیگه. نه وایسی. وایسی داره. بابا اجازه بدی. هند. جناب حافظ توی بیت ممکن اسم چهار تا کشورم بیاره. بلده. شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میبری. آره من ممکنه برم بنگال. خب بنگال همونجاست دیگه. یا بنگلادش. حالا اجازه بدین پارسی هم داره. ما که قرار بشه تو همین ایران بچرخم. نه گفتن کشور همسایه. اما من اجازه دارم بیت دیگه‌ش هم بخونم. بخون. مثلا با بیت قبلش خیلی قشنگ‌تر میشه. شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میبری. طی زمان ببین و مکان در سلوک شعر که این طفل یک شب ره صد ساله میرود. شاکریم. به نظرم که حالا چون موضوع شعر بود اینا خوندم. حدس خودت چیه کاوه؟ کجا باید بری؟ هند؟ بنگلادش؟ به نظرم که امیدوارم که منظور شما هند باشه. دوست داری بری هند؟ رفتی قبلا؟ هند نرفتم. خیلی دوست داری بری؟ به نظرم که خیلی میتونه جای ویژه و باشم دقیقاً در مرکزی ترین جای دهلی. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. کجا میره؟ چی؟ آره روشن است، جوشن است. البته روشن خانم بغل دستی داره. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. خب میدونید کی این شعر رو گفته؟ خیلی. میتونید جستجو بکنید؟ بله جستجو. بعد آره دانش خانم روشن فکر کنم دانشگاه. میارم. رودک میخونید. شاید بچه میگی؟ شاید بله 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 بفهم. اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. خب دیگه میره سمرقند و بخارا. ازبکستان. نه هندو داشت. شیراز که ایرانه. سمرقند و بخارا. آره اصلا مشخصیست بچه ایران جزو کشورهای حوزه نوروز دیگه. اصلا ما الان باید با هم کمک کنیم آقا. در صورت باید بره خارج از ایران دیگه ایشون. درست. میتونه کمک بکنه. ولی مسابقه اشتباه. آره شاید هم باید بری سمرقند و بخارا، شاید هم باید بری همین شیراز. نه دیگه هندم آورده به خال هندو. اون خالشو گفت. این خالشه. باشه یه نشانه است دیگه. ایشون گفتن نشونه رو باید عجب. آره به نشانه ها دقت بکنید.
بالاخره بعد از 3 ساعت مسابقه هواپیما شدیم و امیدوارم که با این تأخیرات به موقع برسم و نشونامو پیدا بکنم و این دیر رسیدن رو داورا ببینم و نماز بخونم. بخونم آقا. بخون. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ حج؟ بله نرفت. عربستان. بعدی؟ معشوق همینجاست. بیایید بیایید. خب دیگه تکلیف تو روشن، همینجاست. اصلا هیچ جا نباید بری. همینجا. واقعا؟ همینجا بمون تا ما برگردیم. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار. جانم بله برگشت گفتم براتون. تو حفظی همه شعرها رو حفظی. آره کاوه ماشاءالله. تو فهمیدی الان کجا بری دیگه؟ ولی حدس چی علی را فکر می‌کنی کجا باید بری؟ حج دیگه. چرا؟ تنها مکانی که اینجاست یه دونه حج بقیش کجایی کجایی ده. خب شاعرش میدونی کیه؟ شاعرشو خیلی راحت میتونم سرچ کنم براتون. ها میره خب جستجو کن. بله آره علی رام چون انگلیسیش خوب اصلا کلمات فارسی نمیتونه. همسایه و دیوار به دیوار در باد ما بقیشو بگو ببینم. یکیشو گفتی بعدیش هم بگو. من رودکیه در راه بادیه چرایی؟ نه خیر در بادیه سرگشته. در بادیه سرگشته چرایی؟ آره. نه شما در چه هوایی؟ ای بابا در چه هوایی؟ در روح خونه بازم از تکنولوژی باید استفاده کرد. شعر متعلق به چیه؟ بگم که معلومه کجا میرم؟ بگو بگم بگو دیگه بگو دیگه حدسی یعنی چیه؟ اونجایی که من میرم دوستان نمیان دیگه. نه دیگه نه دیگه من باید دارم فکر کنم قونیه گفتن که قراره بریم ترکیه لطف کردن گفتن آنکارا خدا رو داد برسه هیچی نمیدونم گفتن اگه تو مسیر درست قرار بگیرم نشونه ها میان به سمت اینا باید برم ترکیه بگردم تیمی رو پیدا کنم و من علیرام نوراهی متولد 1356 تهران خونیم و نمیدونم چی کار کنم. گفتن که الهی دلی ده که شوق طاقت افسون کند طاعت افسون کند و توفیق طاعتی ده که به بهش رهنمون کند. آه مشخص شد شما باید ببین بهشت. نه من فکر میکنم که از مناجات خواجه عبدالله انصاری باشه فکر میکنم. آره خیلی مطمئن نیستم ولی که خب کجا بری مهمه؟ افغانستان. واقعا؟ آره. خواجه عبدالله انصاری در هرات یعنی مقبرشون. نمیدونم حالا حدسم درسته یا نه رو نمیدونم ولی مقبرشون اونجاست. از نشانهایی که به من دادم من متوجه شدم باید برم کشور افغانستان. ولی منتها چون که پرواز مستقیم از تهران نداشت مجبور شدم بیام مشهد و الان در فرودگاه مشهدم. بین شهرها من هرات یا به قول دوستان خوب افغانستان هراس رو انتخاب کردم. امیدوارم که درست باشه به خاطر شعری که به من دادن و در واقع شعری کنم مناجات خواجه عبدالله انصاری بود که احساس کردم که حالا مزارشون چون توی هراته من باید برم اونجا. امیدوارم درست باشه و بتونم یارم رو پیدا بکنم و تنها کاری که تونستم بکنم یک زیارت کوچیکی بود و نایب زیار همتون بودم. بالاخره رسیدم به فرودگاه هرات ولی 2 ساعت تاخیر داشت پروازم. این دست من نیست داورا باید این قضیه رو حتما لحاظ کنم. من 2 ساعت تایم رو از دست دادم. باید برم دنبال اولین نشانه بگردم که فکر میکنم روزنامه محلی میتونه نشانه خوبی باشه. پیش به سوی نشانه. روز دومی دارم میگردم و به هیچ نتیجه نرسیدم. امیدوارم واقعا امروز یه اتفاق خیلی خوب بیفته. ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده زیر نشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. مال نظامی گنجوی از مخزن الاسرار. آفرین. از کجا باید بری؟ سریال اینو داشتم بازی میکردم این نقش رو نپذیرفتم به خاطر اینکه این شهرهایی که در واقع مال ما بود خیلی دردناک بود از دست دادنش. ما باید بریم گنجه. آره در آذربایجان. در آذربایجان فکر میکنم که باکو و
دارم میرم باکو این همبرگیمو پیدا کنم. هیجان دارم ولی زیاد هیجانش مهم نیست، هر کاری میشه کرد به نظر من. ببینیم که حالا چی میشه. الان نمی هواپیمایی یه خود مشغول به سقوطه. اگه سقوط کرد بدونید که من در راه هنر رفتم و قطعه هنر. خب من اومدم اونجایی که باید بیام، اومدم توی باکو و زیر مجسمه نظامی گنجوی خودمون و حالا باید دنبال یه عکس بگردم و دنبال یه بازیگر. نمیدونم کاش نظامی زنده بود ازش سوال میکردم. رودکی مال سمرقندش، مال چیزم مال سمرقند بود اون شاعرش؟ نه از حافظه. خانم روشن باید پرسجو بکنه و جستجو بکنه که بالاخره شیراز بره، سمرقند بره یا بخارا. سمرقند که نصیب شما شد. پنجکنه در تاجیکستان. اسم این شهریه تو تاجیکستان. خب معلوم شد دیگه. آره شما باید برید تاجیکستان. آره. که الان ما حد زدیم قطعا درسته؟ شاید. آه شاید. آره دیگه اینه که دیگه آخه نمیدونم. آخه تو یادم بنگالم بنگالش بنگال بعدین بنگلادش نوروز داشته باشه، ولی هند میدونم که خب قرابت فرنگی خیلی داره با ما. قرابت داره آره. بالاخره مثل که همون هند ها. کاوه جان بخوام بگم که اینجا دوست دارم بگم میخوام برم هند. چون برای منم به خاله هند میگه کاش که برم هند. به خاله هند میرم. این همه شعر داره. میخوای عوض کنی؟ میفروشم. این کارا میشه کرد؟ آره بدیم مسابقه بازیه دیگه. چطور بذاریم جا به جا کنیم دیگه؟ جا به جا نه، به خاطر اینکه بچه بذارید من اینو بگم. یک کتاب فروشی توی انقلاب، خیابون انقلاب، یه کار خوبی کرده. کتابا رو گذاشته توی یه پاکت، شما عنوان کتاب رو نمیبینید. بعد دلیل فروشنده کتاب اینه، میگه همیشه شما میایید کتاب رو انتخاب میکنید، بذارید یه دفعه کتاب شما رو انتخاب بکنه و شما رو غافلگیر بکنه. ما خواستیم در واقع این غافلگیری و این انتخاب اتفاق بیفته. به نظر من چیز نکنید، عوض نکنید یا مبادله نکنید. بسیار بله. خب بچه ها سوالی ندارین؟ نه دیگه، باید بریم ببینیم دیگه. با من در ارتباط باشید لطفاً. و جمله آخر، 5 روز بعد همینجا. بخشنده هاست، ظلم میبینم محبت میکنم، با زبان مادری میخوانم و با زبان عشق صحبت میکنم. هر کجا راهم اگر بن‌بست شد، کوچه هایش را خیابان میکنم. از محبت خارها شود این بیابان را گلستان می کنم. هرچه را باید در عالم دیدم، شور و شادی، قصه و غم دیدم، هفت شهر عشق را هم دیدم. آنچه انسان ساخت از ما عشق بود، جای جای هم آسمان را
انسان ساخت از ما عشق بود. آنچه باران با ترک ها می کند، تیشه فرهاد با دیوار کرد. بیستون همانه راهش نشد، چرا باید در عالم دیدم. شور و شادی، قصه و غم دیدم، هفت شهر عشق را هم دیدم. آنچه انسان ساخت از ما عشق بود. جای جای اینجا را گشتم، هم زمین هم آسمان.